این بانوان چه موهای زیبایی درست کردن؟ متوجه شدین شما؟ نه نه نگاه کن اصلا زیبا. شما ماشاءالله دست کمی ندارید. نه من خانم تو چنل وان اون کانال یک افتخار میکنم که شبای نوروز تمام اینو اونجا هستم کار میکنیم، ولی یادتون باشه که این نوروز رو ما به همه دنیا باید صد بار بگیم. صد درصد. و این شکلی از این قضیه که میبینید این نمونه ایست که وقتی بره ایران ببینن بدونن ما در یه همچین دوره زندگی کردیم. بله. بله. این یه خاطره نیست، این یه تاریخ نیست، همین پریروز بوده در واقع. باید بدونیم که ما چگونه واژگون شدیم و یک همچین روحی رو از دست دادیم. برای همین با شیکی، با زیبایی، با تصویر، با ترانه باید رفت تو خونه ها و این انرژی رو برگردون. صد درصد. بینت سپاسگزارم ازتون. مرسی خوجسته جان. مرسی. مرسی. می‌کنم قربونتون برم، موفق باشین. مرسی عزیزم. واقعا برنامه‌تون خیلی قشنگه. مرسی عزیزم. خیلی ممنون. خوجسته باد روزتان. مرسی عزیز. خدا خیلی ممنون. خدا نگهدار. خدا حافظ عزیز. خدا. خدا. می‌خوام بازم بگیریم یکی دیگه رو. چیکار کنیم؟ بگیریم. بگیریم. بگیری. تلویزیون عصر امروز بفرمایید. این مادرفکر رو بندازید. جا بگو. خب. بریم. تلویزیون عصر امروز بفرمایید. میتونم با آقای التفون صحبت. بله بفرمایید. من دارم صحبت می‌کنم سرکار خان. عید شما مبارک. عیدتون مبارک. سلام سلام. مرسی عزیز. شما صحبت چیزو کردید داریوش رفیعی رو. بله بله. روزی که ایشون فوت کرده بودن تمام خیابان پهلوی از میدون بلوار تا باب شهید دوله راهبندون بود. دقیقاً درست. و اجازه نمیدادن که اونجا دفنش کنن. خانم پری غفاری اومدن. باریکلا درست. و اجازه گرفتن که روزی بود. نه ببینین خانم، مردم برای هنرمندانشون ارزش ویژه قائلن. درست برعکس اون که میگن که من شاید اون موقع یه بچه 7-8 ساله بودم با مادر بزرگم رفتم، خدا رحمتشون کنه، و چقدر گریه کردن مردم. خواهش میکنم اگه امکان داره اون زهره رو بفرمایید بخونید. چشم، من میگم اثری که پیدا کنن بذارم. ولی خانم میخواستم این عرض بکنم خدمتتون، من هدا جون در چند جایی که بودم پوری جون رفتیم. بله. مثلا میگن که خب مردم ایرانی برای هنرمندانشون ارزش خالیسن، این اصلا نیست. مردم ایران هنرمندانشون انتخاب میکنن. بله دقیقاً. بله مثل شعراشون، مثل کتاباشون، و بعد پشت اینا وا میسن. داریوش رفیعی همون حالت میکرد، مهوش همینطور شد. بله. در تهران فردین آخرین چهره ایست که وقتی از منوشف تمام تهران با تمام این تشکیلاتی که بود دورش وایسادن. شما آدمایی هستید که پشتیبان هنرمندانتون هستین. اگر میبینید که کسانی بیان یه وقتی صحبت بکنن، فرهنگ ستیزاری هستن که در مقابل فرهنگیاران انگوش کوچیکی شما میشن. دقیقاً. دست شما در ممنون. مرسی عزیزم. خیلی ممنون. خیلی ممنون. عمر شما باشه آقای عزیزم. متشکرم از لطفتون. متشکرم. مرسی. عزیز جان، بالاخره این آقای رفیعی به زهره خانم رسید؟ آره نه دیگه، هم مشکلی شد. آخ نرسید. چون من داستانش تا آخر مرگم شد. نه 32 سالش بود مرد. ببینید الان دانی بر این بود که داریوش وقتی که اومد تهران، و البته من اینکه دارم میگم به عنوان یک قصه دارم میگم، وقتی که میاد و یه همچه حالت پیش میاد، داریوش از قرار فوت میکنه. حالا به همون دلیلی که حالا این بانو هم میگفتن، چون تاریخ دقیق و بعد داد الان من ندارم، داریوش رفیعی تأثیری که در اثر در موسیقی ایران گذاشت، تأثیری بود که بعدها گلپایگانی در ترانه خوانی ایران گذاشت، تأثیری بود که بیژن مفید در مسیر تئاتر گذاشت، تأثیری بودش که دایجان ناپلئون در مسیر رمان نویسی طنز ایران گذاشت، ایرج پزشکزاد. بله. که ایشاله که اگر میبینن ما رو درود برشون، امیدوارم که سالهای سال بمونن که هر یک نقطه قلمی که میگذارن اینا ارزش داره. واقعا نهایتا بعضی از کسا میان، داریوش رفیعی صدای چهچه آوازی نداشت، انتخاب شعر، انتخاب ترانه و اون صدای زیبایی که داشت، داریوش تونست در یه ردیف قرار بده که در مدت بسیار کوتاهی از عمرش، اولا باز برای اطلاعتون رادیو اجازه نمیداد که ترانه خونا برن تو. مردم رادیو رو وادار کرده، چون اون موقع فرسون که استاد نشسته بودن تار میزدن، اون استاد زرد میزدن، موسیقی کلاسیکی جدی غیره، داریوش رفیعی اومد یک بار تو رادیو فقط صدایی در اومد تهران تکون خورد. نه بابا، همون زهره رو خوند. نه اول رخت خواب منو خوند.
خانم در تمام خانه های ایرانی، در تمام مراسم ایرانی، هر کی بود از یه گوشه رختخواب شروع میکرد. امروز چجوری نه دیگر رو بی خونه نه دیگه واسه با دل نمیشه. اون موقع رختخواب بیژن یکی از کسانی بود که عاشق صدای داریوش شد. همونطور که میبینین سبک خوانندگی تو بیژن ادامه پیدا میکنه. علتش هم این است که اینها قصه گو هستن. شما نگاه کنین مثلا موسیقی فرنگی رو نگاه میکنین، موسیقی جاز هست، موسیقی پاپ هست، موسیقی کانتری اینجا کانتری میوزیک، موسیقی که مالی چقدر من دوست دارم. بله کانتری میوزیک، برای اینکه شما دارین قصه گوش میکنین، برای اینکه شما داریوش رفیعی و شهر قصه و بیژن و دونه دونه اینا رو دوست دارین، اینها قصه میخونن. مثلا در مورد همین امروز که یه بانوی که دیگه الان اول شد در آوازی کانتری میگه که من آمدم تو خونه و فضای خونه رو خالی دیدم، تو در اونجا نبودی، شمع، پروانه، گل، همه چی بود ولی چون تو نبودی روح در این خانه نبود. خب شما نگاه کنین الان من به دست تو بدم، تو بلافاصله شعر از این زیباتر نمیشه که محتوای کار داریوش رفیعی در واقع ارائه یه قصه بود، داستان بود دیگه. یه قصه بود از آغاز تا پایان، چنان که باز شما مثلا قصه گوی دیگری که در این دوران میاد اون گل مریم رو میخونه. بله. نوری هم باز قصه گو بود. بله. و وقتی که میان اینا قصه میخونن برای شما، تمام این واژه ها، تمام تیکه ها قصه میشه. امروز قبل از که من بیام اینجا با یه جوونی شما مصاحبه میکردین که بسیارم کارش خوب بود، سیامک، تو برنامه های نوروزی بود. آره برای که اتفاقا قبل از این برنامه بود که من داشتم نگاه میکردم، صدای فوق العاده خوب داره میاد. این بچه ها چون از ایران دارن میان، قصه گوی جدید هستن. اونایی که میتونن بمونن امروز در اینجا، مثلا فرض کن ما در اینجا معین یکی از کسانی است که در این ور خط معین شد، برای اینکه قصه میگه، قصه ای که شما رو بتونه شامل بشه و روی اون صحنه ای که داری میرقصی خودت رو در اون منظر ببینی، این قصه جاودانه است. دقیقاً. حالا رخت خواب مرا و مسدون ببنداز، طبیب در دوم تو پیچ پیچ رحم میخونه ببنداز، نازنین و محجبی رو بخوابم بلکه در خوابت ببینم. تو گفتی گل در اومد مومیابویم، طبیب دردم گل عالم تموم شد که میایی، نازنین و محجبین و بخوابم بلکه در خوابت ببینم. بعد میاد این قصه رو میگه و میاد میگه که قسمت آخرش خیلی زباز میگه، تا بودم سوزنم دست تو، اینجا میفهمین که داره قسمت دیپریشن چجوریه. تا بودم سوزنم دستای تو بودم عزیز در دو، میونه پنجه و شستای تو بودم. سوزن وقتی میگیری بین پنجه و شست دیگه. بله بله. اجل اومد که جون از ما بگیره، ندادم چون که ما مشتاق تو بودم، نازنین و محجبین و بخوابم ولکه در خوابت ببینم. این زیبایی قضیه بر این بود که میگه که عجل اومده جون منو بگیره، ندادم بهش چون من که خاطر خواهی تو هم نمیتونم حتی بمیرم. براو. شیوه شعر ترانه سرایی، این شعر مال کی بود یادته؟ گفتن معینی کرمانشاهی این شعر ده، ولی بر اساس اوریان، بابا طاهر اوریان. شعرها بر اساس اون سروده شده بود، دو بیتوهای بابا طاهر.
اون که میگه تو گفتی گل در اومد مومیایم گل عالم تموم شد کی میایی. بله عجل اومد که مدام. بعد اون یکی میگه که ز دست دیده و دل، ز دست دیده و دل هر دو فریاد، که هر چه دیده بیند دل کند یاد. بسازم خنجری نیشش زفولاد، زنم بردیده تا و دل گردد آزاد. نازنینم محجبینم بخوابم، بلکه در خوابت ببینم. این بر اساس اون دو بیتی ها بود. دو بیتی هایی که نگاه که میکنی میبینی که این تاریخه، این نوع ترانه خوانی و این نوع ترانه سرایی درست مقابل با مراسمی که ما داریم. مثلا فرض کنید که از مهرگان که شروع میکنیم، بعد میایم به چهارشنبه سوری، دور هم دیگه مردم نشستن و این نوع ترانه رو دارن میخونن، این آواز رو دارن میخونن، اون ور یه نفر شعر حافظ رو دفعه باز میکنه، چهره حافظی که باز میکنه قاعدتا تفاعلی بعد بزنه برای کسانی که وایسادن. در اون روزا میدونی که فالگوش وامیزدن، بله، بانوان فالگوش وامیزدن، بله. و به خصوص روشون رو میپوشوندن که سر گذر باشن، که وقتی که طرف رد میشه اولین واژه یا کلامی که میومد به فال نیک میگرفتن. حالا شماها سر گذر لازم نیست بگیرین، در دلتون دعا بکنید، بگذارید که من این تفاعل بذارم. شما شعری از حافظ داری که همینجوری همینجوری سر زبون داشته باشی بگی بیادت میاد؟ شما همینطور فکر کن. یه بیتو، یه بیتو. نفس باد سبا مشک پشان خواهد شد، عالم پیر دگر بار جوان خواهد شد. نفس باد سبا مشک پشان خواهد شد، عالم پیر دگر بار جوان خواهد شد. یعنی نوروز. بله واقعا واقعا. ببین شما کجا رو زدی، بدونی که خودت بخوای میری سر اونجا. ببین پاسخی که حافظ داره برای اینایی که فرهنگ ستیزن عرض بکنه. روزگاری که حافظ داره شعر میگه سه دوره داره. دوره اولش در رفاه کامل و شعراش مستانه زیبا، دوره شاه شجاع، شاه شجاع، زلف آشفته و خوی کرده و خندان لب و مست، پیرهن چاک و غزل خوان و صراحی در دست، نرگس شربت جو و لبش افسوس کنان، نیمه شب یار به بالین من آمد بنشست. چهارمش باید داشته باشه. سرفراگوش من آورد و با آوای حزین گفت ای عاشق شوریده من خوابت هست. عاشقی را که چنین باده شبگیر دهند، کافر عشق بود گر نشود باده پرست. بعد یه دفعه میبینه آخرش مذهبی ها بیرون وایسادن دم در. بله. میگه میگه برو ای زاهد و بر درد کشان خورده مگیر، که ندادن جزی توفه به ما روز الست. تا شما باشید این کارو نکنید. همین حافظ یک بار دگرگون میشه و ازش مثل دوره ما میشه. از دوره شاه شجاع یک دفعه میاد پایین، اون یارو گردن کلفته میاد اونجا، اینو میگیرن میبرن، این طفلک بیچاره که حالا روزی در دربار نظرشو میخواستن، میاد از اون ورم تیمور لنگ، از اون ور داری میاد به طرف اینجا. یک بار دوره قمر در عقرب میشه مثل حالا اینن، یعنی اوضای حالا. حافظ در یک همچون دورانی شعرهای سرمستانه شنگول و قشنگ گفته، عاشقانه. در دوران رنج ولی میکنه که او هم عیناً همین داره، بر میگرده میگه که در همین نوروز که میگه، میگه بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم. دقیقاً رو به فرهنگ ستیزان است. و نگاه کنید این واژه به واژه، بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سخت بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. شما چطوری میتونید فلک رو در بزنید مگر اینکه آدمی نو، انسانی نو، فرهنگی نو، زیبایی های نوتر بیارید دیگه. یعنی وگه آسمون که نمیشه شکافت که. اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد، من و ساقی به هم سازیم و بنیادش براندازیم. چو در دسته است رودی خوش، بزن مطرب سرودی خوش، که دست افشان غزل خوانیم و پاکوبان سر اندازیم. این حضرت حافظ است.
مسیر حافظانه که میگذرین، علتی که سر این که سفره ما حافظ رو میگذرین، برای اینکه این در واقع شما هر موقع که در این کتاب باز کنیم به شما جواب حالتون میده، برای اینکه اون درست سر امنالا زندگی کرده. ما هم دلمون بخواد، چون حالا شما همتون فال دارید میگیرید، ما بخواهیم سر فالمون حالا شما قرشه یه شعر با ما بگینام. شعر حافظ؟ هرچی دلت میخواد بگو. من واقعا یکم میموریم سخت برای شعر حفظ کردم. شما سفرتون رو دارید بچیم. شما کتابه رو بذار سر حافظ. گذاشتم اگه ندیدم میگم کتابه رو بذار بس ما بعد دوش میخونیم. البته اگر میدونستم از قبل حتما حفظ میکردم. نمیخواستم بدونین. برای من میخوام ندونست. خب اگه دیگه. بخواستیم بدونیم که میخوام آقا بخاری با ما این اتفاقات به وزرگ زدن نشستیم اینجا الان. یعنی الان داره اتفاق هیچ برنامه قبلی یعنی واقعا تمرین با هم نگذاشتیم اصلا. به قول آمریکایی ها ریهرسالی نداشتیم بابا. فقط به خاطر سیزه بدره که دور هم جمع شدیم. وقتی که به فال میامدن به فال گوش وامیستدن منتظر بودم این نفر اول چی میگه رد میشه. نفر اول دارم رد میشم از در خونتون از دم اون فالی که زدید. ای دل بشارت میدهم خوش روزگاری میرسد. به به. ای دل بشارت میدهم خوش روزگاری میرسد، یا غم به پایان میرسد یا غم گساری میرسد. به به. ای دل بشارت میدهم خوش روزگاری میرسد. به به. امیدوارم. براو. در سال آینده. یعنی همین امسال. در طی این سال خواهیم و وقتی بریم سر سیزه بدر آرزومون رو سر سیزه بدر هم خواهیم. دقیقاً. در این فاصله ای که ماها در حال کار بودیم، شما نوروز داشتین، شما برنامه داشتین، ما در کانال یک سه شب پشت هم برنامه داشتیم، چهار شب، بعد تلویزیون های دیگه، رادیو و غیره، همه در ایالات مختلف و کشورها و شهرهای مختلف هم همینجوری برنامه های متعدد بود. یکی از برنامه که هر سال اجرا میشه بزاجانی تیگه، برنامه مال نیویورک، اون که حالت زورخونه و اینا داره، رژه نیویورک. ما در اون رژه نیویورک وقتی که میریم، این دفعه 15 اپریل هست، من این هستم که میبینید. حالا تماشا کنید صدا رو بیار بالا. ساله مال پیرار ساله ما فروردین ماه. صدا رو بالا کن ما بشنویم. روزگاری که از جمشید شاه تا به امروز این سخن بوده است، لحظه به لحظه با این چشم‌های ایرانی، با این صورت ایرانی، با هفت سین خودمون، سنجد و سیر و سماق، سبزی و سبزه سمنو، با عشق، با معرفت، با آب، با آتش، با خاک جشن نوروز گرفتیم. درود به همت برای بچه‌های نیویورک که توانستن تمام این خیابون مدیسن که بسیار خیابون مهمی است رو بگیرند و با ما همراه باشند که بتوانیم پهلوانی‌ها زیبایی‌های ایران زمین رو به مردم امریکا نشون بدیم. اونجا در نیویورک این کاری که داره انجام میشه شما باورتون نمیشه که در همین نیویورک و همین خیابون اومده بودن مثل تعزیه گذاشته بودن یعنی چهره سخیفی داده بودن به اون مرحله. بله. وقتی که اینا میان، هم اولا پزشکان هستن، مهندسین، جوانایی که با من دارن الان کار میکنن، برای اولین بار میل میگیرن دستشون. باریکلا. من دخترارم بردم تو. باریکلا. گفتم آقا این یک مارشال آرت. به علت اینکه من زورخانه رو در اینجا در این مجموعه اضافه کردم این بود که زورخانه از هیچ منبع اروپایی یا امریکایی وام نگرفت. تنها نمایش ایرانی است که بدون هیچ وامی از هیچ جای جهان 2500 سال تا
تاریخ داره. علت همین است که روزگاری که لااقل 1400 سال گذشته که عرب حمله میکنن به ایران، جلوی تمام فعالیت های ایرانی ها رو میگیره. بله متاسفانه. این به اصطلاح ارتشی که مال ایران بود، اون حالا لغت ارتش جدیده، سپاهیانی که در ایران بودن و اجازه هیچ گونه کار نمیدادن، اینا گودی درست میکنن، در خونه ها میرن زیر و شروع میکنن ورزش های باستانی که از دوران کوروش برای تمرین سپاهیان میدادن رو میبرن تو اونجا. به این ترتیب این میل در واقع گرز رستمه. اون کباده کمان آرش، اون شنا رفتن سینه خیز از میان دشمن رفتنه، اون چرخ زدن دشمن رو پراکندنه. شما همه این عوامل وقت چرا بهش میگن مارشال آرت؟ یعنی در مقابل کاراته ای که مال فار ایست، مال ژاپن و مال خاور دور هست، ما در خاور میانه اگر تقسیم خاوری بکنیم که تقسیم اروپایی است، بازم ما در اونجا توانستیم این رو حفظ بکنیم. و امروز اگر چنانچه شعر زیبایی رو اضافه میکنن، و ایرونی ها یه خاصیت دارن خانم، بازم به کوری چشم اونایی که نمیتونن ببینن دارم عرض میکنم، در هر دورانی برای حفظ شرایط ملی خودشون یه ترتیبی میدن که حکومت ها ندارن جلوشون رو بگیرن. بله. چنانی که مثلا آتش افروز یا حاجی میگیره میشه حاجی فیروز میمونه. بله بله، برای که بتونه در این در ولی ورش میداشن ادامه حیات بده. بله حاجی. بله. اما نوروز در واقع میره نوروزی است که در حافظم میگه که تو اون پنج روز میره نوروزی همونه که میشه همون نوروز. بله. برای که باقی بمونه، برای اینکه بتونه ماندگاری داشته باشه. حالا حاجی فیروز روزی میگفتش که ارباب خودم سلام علیکم، ارباب خودم سرتو بالا کن، ارباب خودم بزبز خندی، ارباب خودم چرا نمیخندی؟ من امروز از این ور میگم ارباب خودم سلام علیکم، ارباب خودم سرتو بالا کن، ارباب خودم ملت ایرون دشمنو بریز از خونه بیرون. معنای آنچرا که در تاریخ هست و من در شعر امروز میذارم. یا از اونور میگی که آی بوته 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 نمیدونم از روش پرید اینا، من میگم آی بوته 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 به همت من و تو دشمن زپا میفته، آی بوته 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 زردی روی آتش به دشمنا بیفته، سرخی اون برامون امید این بهارون، برگشتن کبوتر به باغ خونه هامون، آی بوته 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 به همت من و تو دشمن زپا بیفته. براو از یکی از آهنگوی خیلی قشنگ تلون بزن بعد از موقعش الان میخوام بهتون بگم براو. که چگونه در تاریخ، حالا من امروز سیاهی هستم که در اینجا دارم نوروز حفظ میکنم با این زبان صحبت میگم، اون روز هم که میگفت ارباب خودم سرتو بالا کن، روزگاری بود که عرب بر سر ایرانی میزد که سرشو بالا نکنه. بله اون بله. اون روز که میگه ارباب خودم سرتو بالا کن، ارباب خودم بزبز خندی، ارباب خودم چرا نمیخندی، درست روزگاری است که خنده رو و شادی رو به زندان کرده بودن. از امروز دور نبود. نهایتا با درایت کامل اینا میان و وظیفه خودشون رو انجام میدن. نوروز چه ما بخوایم چه نخوایم فصل عوض بشه. ده. اما امون و روزه که سر بعدش میاد. دونه دونه مادرهایی هستن که هفت‌سین رو درست میکنن. بانوی بلند میشه در اینجا در این ور دنیا در این جزیره فرهنگی بیاد میگه که اینو کجا بذارم که هم به چشم درست بیاد، هم مفهوم گندم و گل و گیاه و شیرینی و آب و ماهی و تمام این وسایل توی این باشه، در حالی که چشم نوازم باشه. اینا زیباست، اینا بله. اتفاقی نیست، اینا هر کدومش به موقع رخ میده. حالا میخوام خواهش بکنم از بهزاد جون یه تیکه اول از اون نمایش من بذاره که من بهتون بگم ما داریم میایم سان دیگو. خانم آقایان 15 اپریل در صوفی من برنامه خواهم داشت، برنامه‌ای که براتون یه خورده شیشه کردم. یک شنبه 15 اپریل. این هم مال از اولش باید بذاره که من بتونم روش حرف. آهان این درست این کیه؟ تن تن آره این درست سلام این البته نیسا این سانده جنوری بود که رفته بودیم، حالا برای عید نوروزمون هم داریم میریم 15 اپریل. بله امشب شب مهتابه. بله اون کسی که ویولون میزنه کی؟ آقای فرزامه که تو اونجا گفته میشه، این آقای احد آباسیه داره میزنه میخونه
و بعد تهمتن رپ سانگ امروز داری میخونه که با ما باشین تا گبلنشین. بزا جون بیا تو. من عرض کردم که این البته اون تاریخی که اونجا جنیوری که ما نوشته بودیم مال نیویر آمریکایی بود، حالا نیویر ماست. بله. یعنی 15 اپریل داریم میریم رو صحنه. یه محلی ساختن به نام صوفی در سندیگو که بعد یه روز باشون صحبت بکنیم، بیان باشون حرف بزنیم. فوق العاده زیبا، گنجایش 200-300 نفر آدم داره. بغلش هم اون مارکت بزرگیست به نام بلبوا مارکت، مثل مثلا مارکت کیو مارکت که ایرونیه. بله، ایرونیه. بله. 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 و همه میرن در اونجا هستن و لطفا تشریف بیارید با ما باشید. اتفاقا محل جای خوبیه چون از اورنج کانتی هم به راحتی میتونن بیان. از اورنج کانتی هم اومده بودن تعدادی. بله. و اونجا هم هستن و این محل محلی است که به درد این نمایش ما میخوره. میبریمشون، میبریمش یک سفر. رفتیم خانم این نمایش برده بودی با کانادا اجرا که کردیم نمایش، چون من بیارمشون تو لاله‌زار، توی حوض خونه، توی چه میدونم غور خونه، توی قهوه خونه، توی زور خونه، هر جا که بگین شما با ما این سفر میکنن. اونجا ضرب زورخونه من دارم و ساز هست و نوازنده هست و خواننده. تموم شد نمایش و ملت دست دادن میگن آقای وایسته. من گفتم آقای مفید ما رو بردی وسط تهران، گوشی چطوری من برم تو کانادا مجددا؟ آخه آخه ما بارو بردی وسط تهران. از این جهت من که میرم رو صحنه داستان اینقدر مهم نیست که اون لحظه مهمه. در کارهای من تماشاگر بازیگره، من تماشاگرم. هیچ وقت نمیاد که بشینه اونجا و ما براش اجرا بکنیم. یه هیچ قصه ای نیست. قصه اون لحظه و وقوع قضیه هست.